معماری و جنگ ناسازگار نیستند. معماری جنگ است، جنگ معماری است. من با زمانه خود، با تاریخ، با تمام قدرت‌هایی که در فرم‌های ثابت و وحشت زده خانه دارند در جنگم. من یکی از میلیون‌ها انسانی هستم که تطبیق پیدا نمی‌کنم، که خانه‌ای ندارم، خانواده‌ای ندارم، دکترینی ندارم، جای ثابتی ندارم که آن را از آن خود بخوانم. آغاز و پایان شناخته شده ای ندارم، مکان مقدس و اصیلی ندارم. من علیه تمام شمایل ها و قطعیت ها، علیه تمام تاریخ هایی که مرا به ناراستی ها و ترس های رقت انگیز خودم زنجیر می کنند، اعلام جنگ می کنم. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ارشیام از استودیوی تایملس روم. تو این ویدیو بچه‌ها می‌خوام راجع به موضوع جنگ و معماری صحبت بکنیم. کتابی هست به همین عنوان که انتشارات کسرا منتشرش کرده و ترجمه پویان روحیه. موضوع کتاب چیه بچه‌ها؟ موضوع کتاب در رابطه با بازسازی شهر سارایوو که پایتخت بوسنی هرزگوینه و این کتاب هم زمانی نوشته شده توسط لیبوس فودز که این شهر زیر بمباران سنگین و محاصره قرار داده. یکی از طولانی ترین محاصره ها رو تو تاریخ جهان شهر سارایوو داره که 4 سال تو بین سال 1992 تا 1996 و توی زمان فروپاشی یوگسلاوی این شهر تحت محاصره بوده و مرتب توش درگیری به وجود اومده و کلا یه حالت جنگ زده ای پیدا کرده. حالا این کتاب موضوعش چیه بچه‌ها؟ لیبوس فودز یک معماریه بچه‌ها که اتفاقا به واسطه ارادتی که به معماری داره تا حالا حتی هیچ پروژه‌ای رو به صورت فیزیکالی انجام نداده، چون گفته من هر اگه می‌خواستم پروژه‌ای انجام بدم حتما باید در اختیار یک کارفرمایی قرار می‌گرفتم و کلاً اگه در اختیار کارفرمایی هم قرار نمی‌گرفتم احتمالاً باید می‌رفتم تحت سیطره یکی از ایدئولوژی‌هایی که توی جهان وجود دارن. کلاً میگه من می‌خواستم به این نوعی قیام بکنم، مثل همین متنی که توی پیشگفتار گفتیم، و دلم نمی‌خواست که معماری رو برای کاری، برای نیازی انجام بدم. می‌خواستم معماری رو برای خودش فقط انجام بدم، به عنوان یک هنر که حالا این هنر میتونه با زندگی البته هماهنگ بشه. یه مقدار نگاه شاعرانه بچه‌ها کلاً داره به معماری. ایده هایی هم که البته الان داره مطرح میکنه بچه‌ها ممکنه یه ایده های رادیکالی به نظرتون بیاد، ممکنه اگه نتونید درکش بکنید ممکن اصلا براتون خنده‌دار باشه که چرا داره یه همچین نظری در رابطه با یه شهر جنگ زده میگه، ولی به نظرم نگاهش قابل تأمله. حتی اگه ما اسکیس هایی که میزنه، حتی اگه پیشنهاداتی که میده رو قبول نداشته باشیم، اما نوع نگاهی که به معماری داره میتونه اثر بذاره توی نگاهی که ما قراره به معماری داشته باشیم. در وهله اول میخوایم با نگاهش نسبت به جنگ روبرو بشیم. لیبوس فودز میگه وقتی ما با یه شهری مواجه میشیم که این شهر توش یه جنگی رخ داده، اولین ایده ای که به ذهن ما میرسه اینه که بیایم سریعا این شهر رو بازسازی بکنیم. میگه اتفاقا خیلی از معمارای مدرن بعد از جنگ جهانی دوم دست به همین کار زدن و چون تحت تاثیر تکنولوژی و صنعتی شدن جامعه زمان خودشون هم بودن، اومدن خیلی سریع خونه ها رو برپا کردن و انگار نه انگار که اصلا چند سال قبل تو همین مکان ها یه ساختمونی فرو ریخته بود. اما لیبوس فودز میگه که ما نباید بیایم همه نمادها یا همه المانهایی که توی گذشته داشتیم رو دوباره بازسازی بکنیم. یعنی لزومی نداره اگه ما یه نمادی قبلا داشتیم توی شهرمون این نماد رو بیایم عیناً بسازیم، یا اگه یک مدل معماری رو داشتیم قبلا انجام میدادیم بیایم اونو تکرار بکنیم. حتی اگه قرار نیست تکرارم بکنیم لزومی نداره که حتما بیایم تحت تاثیر یک ایدئولوژی قرار بگیریم. یعنی میخواد حمله بکنه به معمارای مدرن و بگه که روشی که شما برای مواجهه با زمانه بعد از جنگ داشتین روش غلطی بوده. لیبوس فودز اصلا پیشنهادش بچه ها تقریبا اینطوریه که شما بعضی از بخشایی که جنگ زده هستن و تخریب شدن رو اصلا نباید بیای تغییرش بدی. اون تخریب نشانه ای از زمانه ای که این آدم ها توش زندگی کردن. یعنی اتفاقا همین تخریبه میتونه المانی باشه که داره هویت ما رو مشخص میکنه، هویت ما که دوچار یک اتفاق تراژیک شده. یعنی میگه وقتی یه ساختمونی از بین میره، وقتی یک بمبی در یک ساختمونی اومده و منفجر شده، شما اصلا لزومی نداره بیای اونو دستش بزنی. چرا؟ چون این جزوی از هویت شما شده، جزوی از زندگی شما، همین حادثه ایه که پیش اومده. لیبوس فودز میگه اگه ما بخوایم به زمانه خودمون نگاه بکنیم و فرهنگی که در زمانه خودمون وجود داره، حتی باید بیایم ساختارهایی که سالیان سال توی معماری بوده رو به هم بزنیم. مثلا یه سلسله مراتب همیشه در معماری وجود داشته، اما آیا امروز روز ما حتما باید معماری که میکنیم درش سلسله مراتب وجود داشته باشه؟ حتی میگه یه ساختار وقتی غیر سلسله مراتبی باشه، به یه نوع یعنی بی‌نظم باشه اون ساختار، در این حال یک نظمی میتونه به مرور زمان درش به وجود بیاد. اما وقتی شما یه ساختار منظم رو داری میسازی، یه ساختمون خیلی شیک
انگار میای برپا میکنی که درش سلسله مراتب وجود داره، شما اجازه اینکه افراد انگار پویایی داشته باشن یا سیالیتی در اون محیط داشته باشن رو ازشون میگیری. یه مقدار زبانی که کتاب داره بچا کلا سخته، منم به حدی که خودم متوجه شدم دارم براتون تعریف میکنم. در مجموع میخواد بگه آقا معمارای مدرن هم اومدن یه کاری کردن، این معمارای کلاسیک با استفاده از دانش عینی که داشتن اومدن یک سری ساختمان طراحی کردن و اون ساختمونا رو ساختن. اما در این حال میگه تفکر زمانه ما اصلا ساختارپذیر نیست، ما باید مکانهایی داشته باشیم اتفاقا برای افرادی که ذهنشون اصلا سلسله مراتبی نداره. و یه مثالی از خودش میزنه دیگه توی پیشگفتار که مطرح کردیم، یعنی میگه آقا من اصلا دلم میخواد توی محیطی برم که اصلا شاید سر و تهی نداره، شاید اصلا مسیری براش تعریف نشده. یعنی میخواد تمام ارزش‌های معماری که در ذهن ما هست تو یک بار از بین ببره و به ما یک پیشنهادی میده که چطوریه بیام یک معماری انجام بدیم که هیچ کدوم از المان‌های قبلی مثل سلسله مراتب حتی ایدئولوژی‌هایی درش نباشه. چون میگه معمارای مدرن هم همشون یه ایدئولوژی داشتن بالاخره دیگه و آدما رو مجبور میکردن که با ایدئولوژی‌های اونا زندگی بکنن وقتی یه ساختمون رو طراحی میکردن. اما میگه جنگ نه، جنگ اتفاقی که به صورت رندوم افتاده، یعنی جنگ یک حادثه بوده. فرم‌هایی که به واسطه جنگ به وجود اومده، مثلا به یک ساختمونی بمب برخورد کرده و اون ساختمون از هم پاشیده شده، یک اتفاقه، یک هویتی داره که اتفاقا به زمانه ما میخوره، یک هویتی که انگار یک نظمی درشه، یک اتفاق و یک حادثه‌ای هست، اما ساخته دست ما نیست، ساخته دست هیچ معماری نیست. و میگه اتفاقا شاید این فرم به امروز زندگی ما و به آدم‌هایی که امروزه در جهان زندگی می‌کنن نزدیک‌تر باشه. میگه ایدئولوژی ها الان نه تنها به شما آزادی نمیدن، بلکه اتفاقا شما رو محدود میکنن. ممکنه شما فکر کنی من الان حق انتخاب دارم بین اینکه مثلا یک معماری کلاسیک انجام بدم یا یک معماری مدرن، اما میگه در مجموع آزادی معنیش چیه؟ آزادی تو فقط اینه در این شرایط که به جای اینکه یه انتخاب داشته باشی بیاید 10 تا گزینه انتخاب بکنی. این میشه مفهوم آزادی؟ یعنی میگه آزادی در نهایت یک محدوده، یک زمینه برای انتخاب بین نهایت بین مثلا 10 تا ایدئولوژی یا 10 تا سبکی که میتونی بسازی. اما میگه زمانه امروز به واسطه اتفاقا گردش اطلاعات بسیار زیادی که داره باعث شده که آدم‌ها به یک شکلی از آشوب یا بی‌نظمی برسن که اتفاقا میگه میتونه در معماری هم نمود پیدا بکنه. میگه امروزه به واسطه تکنولوژی و امکاناتی که در اختیارمون هست میتونیم اتفاقا یک جامعه رو ببینیم که افراد درش بسیار متنوعن و اتفاقا ما نباید این تنوع رو از بین ببریم، باید اتفاقا بیایم ساختارهایی رو به وجود بیاریم که پذیرای این تنوع باشه. میگه همه معماری هایی که توی این لحظه داره انجام میشه معماری هایی هستن که ناگزیر توسط یک سری از افراد تعیین تکلیف شدن. میگه در نهایت معماری که داره توی زمانه ما انجام میشه توسط یک سری از افرادی که قدرت بالایی دارن به وجود اومده دیگه، یا توسط یک سری حکومت یا توسط یک سری آدم نظریه پردازه که اینا اومدن دخل و تصرف کردن توی زندگی مردم و دارن لایف استایلشون و معماری که نیاز دارن رو براشون به وجود میارن. اما آیا ما نمیتونیم این رو در اختیار خود مردم قرار بدیم که اینا خودشون بیان کار رو دست بگیرن و فرم هایی رو به وجود بیارن که برای خودشون مطبوعه و خودشون به اینو بیان معماری رو دستشون بگیرن؟ میگه به ظاهر ممکنه یک آشوبی به وجود بیاد، یک بی‌نظمی به وجود بیاد، اما میگه اتفاقا این بی‌نظمی یک نظم ظریف‌تری در درونش هست. چرا؟ چون تطبیق بیشتری با زمانه ما و تنوعی که در بین افراد هست وجود داره. یعنی میگه معماری ما اومده انگار افراد رو خیلی محدود کرده، انتخاب ها رو خیلی محدود کرده، در صورتی که این تکثری که در بین جامعه وجود داره و افراد مختلف توی جامعه ما رو باید پذیراتر بکنه نسبت به تنوعی که میتونه توی معماری هم به وجود بیاد. میگه وقتی توی یک شهری ما با جنگ مواجه میشیم یا یک سری از المان ها از بین میرن، میگه من مشکلی ندارم با اینکه ما یک سری از المان ها که مربوط به گذشتمون میشه رو کماکان نگه داریم، اما بازسازی شهر به شیوهی که عین قبلنش باشه چه لزومی داره؟ این شهر چیش مثلا عین 10 سال پیششه که ما بخوایم حتما عین قبل بیایم بازسازیش بکنیم؟ میگه اتفاقی که در مورد بازسازی شهر افتاده فقط نگاهشون نگاه گردشگری بوده، یعنی ما بیایم یه شهر رو دوباره عین همون حالت قبلیش بازسازی بکنیم تا بتونیم یه سری گردشگر رو جذب بکنیم. که میگه واقعیتی که توی این مکان افتاده چیه؟ اینه که توی این مکان یک جنگی رخ داده و ما اتفاقا اگه قراره بازسازی بکنیم یا دخل و تصرفی که توی محیط داشته باشیم، نباید دوباره بیایم همون معماری که قبلا وجود داشته یا بازسازی ساختمان‌ها رو عین قبلش انجام بدیم. چرا؟ چون میگه اتفاقا ما می‌خوایم از اون بحران عبور بکنیم. ما نمی‌خوایم شهرمون به زمانه‌ای برگردن که یک سری سیاستمدار وجود داشتن که باعث شدن این شهرها از بین برن. یعنی انگار می‌خواد کلا اون گذشته رو ازش بگذره و عبور بکنه و بگه اتفاقا ما نباید برگردیم به گذشته از نظر فرمی
میگه یه سری از المان‌ها رو نگه می‌داریم، اتفاقا می‌خوایم گذشتمون به اینو انگار برامون یک درس عبرتی بشه، برای اینکه وقتی داریم دست به بازسازی یک شهر جنگ زده می‌زنیم، یادمون نره که تو این مکان یه روزی یک بمبی افتاده. میگه وقتی ما با یک ساختمونی مواجه میشیم که بچه‌ها انگار یک بمبی درش ترکیده و اون فرم از بین رفته، ما نباید بیایم سریعا دست به بازسازی بزنیم. میگه اتفاقا افرادی هستن و افرادی باید وجود داشته باشن که بیان به این و این کار رو دستشون بگیرن و با ایده های خودشون شروع کنن این محیط رو تغییر دادن. تغییر دادنش به معنی این که به حالت قبلی برگردونیمش نیست. مثلا میگه اگه یک حفره‌ای به وجود اومده توی یک دیواری، ما نباید بیایم این حفره رو پر بکنیم، باید ببینیم ما با این حفره‌ای که الان توی یک دل یک دیوار به وجود اومده چی کار میتونیم بکنیم که هم حالت ستایشگونه نداشته باشه، یعنی انقدر نمادگرایانه نباشه و مسخره به نظر بیاد، همین که نخواهیم بازسازی بکنیم که کلا انگار نه انگار که اینجا یک اتفاقی افتاده. میگه ما به افرادی نیاز داریم که ابتکار عمل داشته باشن برای مواجهه با فرمهای معماری که الان از بین رفتن و حالا میخوان اینا بیان توی اون مکانهایی که به ظاهر ما و طبق قواعد ذهنی قبلی ما از بین رفته زندگی بکنن یا یک فعالیتی توش انجام بدن. اینجای متن رو من از رو براتون میخونم که نکته جالبی رو میگه. میگه شکاف‌هایی که توسط انفجار در دیوارها، سقف‌ها و کف ساختمان‌ها ایجاد شدن، شکل‌های پیچیده‌ای هستند که تاریخ و معنای منحصر به فردی دارند. هیچ دو شکافی را نمیتوان پیدا کرد که شبیه به هم باشند. با وجود این، تمام آنها در یک چیز با هم مشترکند. تمام آنها تحت تأثیرات غیرقابل پیش‌بینی نیروهایی که در نتیجه جنگ آزاد شده‌اند به وجود آمدند. یعنی در مجموع داره میگه که وقتی یک شکافی توی یک دیوار ایجاد میشه، شما باید به این فکر بکنی که چطوری میتونی با این شکاف مواجهه پیدا بکنی که به نوعی با معماری و فضای زیستی که میخوای توی این مکان داشته باشی به نوعی اون رو زنده بکنی، به جای اینکه میگم بیای توش دخل و تصرف بکنی یا خیلی سریع دست به بازسازیش بزنی. بچه‌ها یه سری اسکیز و یه سری عکس هم توی کتاب هست که من به مرور زمان تو حین ویدیو براتون پخش میکنم که منظور نویسنده رو بهتر متوجه بشید. یه اصطلاحی به کار میاره تحت عنوان تزریق، میگه حفره هایی که ایجاد شدن و فضاهایی که بر اثر جنگ توی یک ساختمون از بین رفته به وجود اومده، ما میتونیم بیایم به اون فضاها و اصطلاح فضاهای آزاد رو به کار میبره، یک فرمی، یک ایده‌ای رو تزریق بکنیم، یعنی یک زندگی و یک فعالیتی رو برای اون فرمی که حالا به ظاهر از بین رفته در نظر بگیریم. میگه این فرم توسط چه افرادی ایجاد میشه؟ توسط آدمایی که قرار اونجا زندگی بکنن. میگه قطعاً آدمهایی هستن که بخوان برن و توی شیوه لایف استایلشون تغییر به وجود بیارن با زندگی کردن توی یک ساختمونی که شاید از نظر فرمی به هم ریخته یا دچار انفجار شده. میگه آدمهایی هستن که اتفاقاً زندگی در این مکانها رو دوست دارن. یه حرف جالبی هم یاد میزنه، میگه چجوریه که خشونت تونسته معماری رو تغییر بده اما ما نیان با معماریمون معنی خشونت رو عوض بکنیم. میگه جنگ و خشونت باعث شده یک فرم معماری از بین بره. حالا مواجهه‌ای که ما میتونیم با این خشونت داشته باشیم چیه؟ آیا ما میتونیم با معماریمون کاری بکنیم که مواجهه‌مون با این خشونت عوض بشه؟ یعنی به اینو انگار پذیرای فرم‌هایی باشیم که از بین رفتن و نوع نگاهمون به اون فرم‌های از بین رفته تغییر بدیم و اینجوری اتفاقا میتونیم ما هم دیگه با خشونت یک مواجهه جدید داشته باشیم. وقتی انگار خشونت ما رو شکست داده، حالا با نوع نگاهی که میتونیم به فرم ساختمونامون داشته باشیم بعد از جنگ، میتونیم ما هم نگاهمون به خشونت رو تغییر بدیم. میگه شاید فرم هایی که من دارم به شما پیشنهاد میدم از نظر زیبایی شناسی فرم های جذابی نباشن. یه مقدارم فرم هایی که به وجود میاره بچا شبیه سبکای دیکانس دیگه. حالا احتمالاً تو ویدیوهای بزرگمه یا بقیه بچا دیدین، من لینک هاشو میذارم اون فرما رو هم ببینید. حتی من خودم به شخصه واقعا از این فرم های دیکانس بدم میاد، یعنی وقتی فرم های ساختمونیشو میبینم لذت نمیبرم، اما این کتاب باعث شد که من نگاهم به اون فرمم عوض بشه. میگه شاید از لحاظ زیبایی شناسی عرفی این فرما زیبا نباشن، اما وقتی نگاهمون رو عوض بکنیم و به این دید نگاه بکنیم به این فرم ها که اینا قراره یادگاری باشن برای ما از رنج هایی که کشیدیم، از دوران تراژیکی که تحمل کردیم، اینطوری دیگه نمیتونیم، یعنی از یک دید زیبایی شناسی جدید با فرم های معماری مواجه میشیم. شاید تناسب نداشته باشه، شاید تعادل نداشته باشه، قرینه نباشه، اما یک خاطره و یک هویتی درش هست که اون هویت میتونه برای ما معنی زیبایی شناسی بده. توی کتاب خودش مطرح میکنه که چه آدمایی هستن که توی این
فضا زندگی بکنن. اتفاقا میگه آدم‌ها و قشرهای مختلفی هستن که دلشون میخواد تو این مدل ساختمون‌ها زندگی بکنن. اونایی که مرتب تحت تاثیر حکومت بودن، اونایی که فشار جامعه رو تحمل کردن، بین آدم‌های آناژیستی هستن که دیگه دلشون نمیخواد نظم رو بپذیرن و اتفاقا اونا با آغوش باز میان تو این فضاها قرار میگیرن. و سوال بعدی اینه که چه افرادی مالک این فضا هستن؟ میگه اتفاقا مالکیت اینجا معنی نداره. مالک این خونه ها و این فرم های از دست رفته همون آدمایی هستن که تونستن برن توش و زندگی بکنن. همون افرادی که تونستن به این فرم هایی که به ظاهر به هم ریخته هستن معنی بدن و بتونن توش یک زندگی و یک فعالیتی رو انجام بدن، همونا میشن مالک اون فضا. و یه روزی ممکنه این آدما از اینجا برن، یه سری آدم دیگه بیان که بتونن به این فرم یک معنای جدیدی ببخشن. بعد سوال بعدیش اینه که خب اصلا هزینه ساخت این فرم ها رو کی میده؟ میگه اتفاقا هزینه ساخت اینجا مطرح نیست. آدم هایی که دوست دارن تو این فرم ها زندگی بکنن احتمالاً آدم هایی هستن که حاضرن بیان خودشون با داد و ستد و پیدا کردن یه سری افرادی که مثل خودشونن بیان و این فرم ها رو بسازن. یه مقدار میگم نگاهش بچه‌ها خیلی شاعرانه و شاید فانتزی باشه به قضیه ها، یعنی آنورمال اینجور نگاه، ولی میگه آقا یه کسی که حاضر بره تو این خونه خراب زندگی بکنه، همون آدم احتمالاً میتونه وسایل هزینه های بهتر ساختن این محیط رو هم فراهم بکنه. البته ساختن میگم قرار نیست در نهایت یه فرم خیلی تمیزی ازش درآد، ولی میگه اون آدمی که بخواد تو این فضا زندگی بکنه خودش میره رفیقاشو پیدا میکنه، میره آدمهایی رو پیدا میکنه که مثل خودش باشن و اینا میتونن به همدیگه کمک بکنن، به روش های قدیمی اصطلاح داد و ستد رو به کار میبره، با همدیگه داد و ستد بکنن و کمک بکنن که بتونن تو این فضا یک فعالیتی رو شکل بدن. حالا اگه میخوان توش زندگی بکنن، براشون حکم خونه داشته باشه، بخوان توش یه کاری انجام بدن. ولی میگه چیزی که در اینجا مهمه همین اتفاقا روح زمانه ماه. ما تو زمانه اطلاعات داریم زندگی میکنیم دیگه، گردش اطلاعات. همین گردش اطلاعات میتونه به همه این آدما کمک بکنه که خودشون اگه میخوان تغییری تو این خونه و این فرم از دست رفته بدن، یه سرچی تو اینترنت بکنن، از شهر تا آدم سوال بکنن و ببینن چجوری میتونن مشکلشون رو حل بکنن. میگه یعنی نه تنها این از روح زمانه ما جدا نیست، بلکه اتفاقا این به هم ریختگی و آشفتگی که به ظاهر داره اتفاقا به متن زندگی انسان امروز نزدیک‌تره. یه اصطلاح جالبی هم به کار میبره، میگه در نهایت این امکان وجود دارد که پول رایج جدیدی ایجاد شود، اطلاعات. اطلاعاتی که در قالب بایت و بیت مبادله می شود از طلا ارزشمندتر خواهد شد. هزینه اجرای فضاهای آزاد از پایین پرداخت خواهد شد توسط کسانی که دانش و ابتکار، انرژی و نوآوریشان همیشه سوخت موتورهای تمدن را فراهم کرده است. اما امروز اینها را به طور مستقیم و به شکلی مصمم برای خودشون به کار می گیرند. یه متنی هم بحثش در نهایتش وجود داره که میخواد بیاد این روش معماری و این نگاه به معماری رو تعریف کنه. من اینم خیلی ازش لذت میبرم، اینجا میخوام براتون از رو بخونم. میگم چون متن کتابی خورده سنگین و سخته، برای خود منم درکش سخت بود. میگم شاید هم کامل نتونسته باشم مفاهیم کتابو درک بکنم، اما بخشی که میاد ادبی صحبت میکنه بهم کمک میکنه که متن کتابو بهتر متوجه بشم. میگه این معماری چه معماریه؟ معماری که آرامش میبخشد اما تنها کسانی رو که به دنبال آرامش نیستند. معماری کلیها که محکومن از مکانی به مکان دیگر بروند زیرا خانه ای ندارند. معماری سیرکا موقت و ناشناخته اما تنها در روز و شبی که به راه میافتند. معماری مهاجران که از آغاز گرسنگی تلخ شب میگریزند. معماری که به طور پیوسته برای مقاومت در برابر جاذبه، در برابر زمان، در برابر هر چیزی خم میشود و میپیچد. معماری وحشی که قدرت و غرورش سخت و گستاخ است. معماری مواج که به شکلی همیشگی گرد داربستی از دلایل میپیچد. معماری که تغییرات ناگهانی فرمهای بسیار ظریفش را میپذیرد و به همین دلیل نسبت به ویرانی خود بی تفاوت است. معماری که ویران می کند و این کار را تنها با سردی احترامی عمیق انجام می دهد. معماری مخفول که اصرار دارد زیباییش عمیق تر است. معماری متروک که منتظر نیست اشغال شود بلکه متین و باشکوه است. معماری که حس حرکت و دگرگونی را منتقل می کند و با هر نیرویی که بر آن اعمال شود ارتباط برقرار می کند، زیرا هم مقاومت می کند و هم اجازه عبور می دهد. معماری که حرکت می کند تا به تعادل خیش برسد. معماری که به سیاستمداران بی احترامی می کند زیرا آنها نمی توانند آن را از آن خود بدانند. معماری که فرم ها و فضاهایش دلیل شورشند، شورش در برابر جهانی که آنها را ایجاد کرده است. معماری که طوری کشیده شده که انگار پیش از این ساخته شده است. معماری که طوری ساخته شده که انگار هرگز کشیده نشده است.
مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. بچه‌ها امیدوارم از این پایان دراماتیکش هم لذت برده باشین. دیگه فکر کنم با این پایان بندی کنه حرف نویسنده رو متوجه شدید. یک مقدار میگم نگاه رادیکالی داشت به معماری، ولی برای من جذاب بود خوندنش. امیدوارم اگه از این محتوا لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب بکنید و اگه حس کردین ویدیوامون میتونه برای باقی افرادم مفید باشه حتما براشون بفرستید. اگه خیلی باهامون حال کردید میتونید از طریق لینک کامنت باشی که توی دیسکریپشن هم هست ازمون حمایت کنید. مخلص شما، وقتتون بخیر.